همکارم احمد صمدی همراه ما هست از مقابل مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در برلین تا برای ما بگه که چطور شد که در نهایت مقامات آلمانی قبول کردند که فعالیت مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی رو ممنوع کنن. پریسا، از سال 1990 بیش از 4 دهه بود که فعالیت مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی تحت نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان بود و بارها گزارش‌هایی می‌آمد که این مرکز به فعالیت‌های فراقانونی داره انجام میده و در واقع قانون اساسی آلمان رو داره نقض می‌کنه و آخرین باری که پلیس‌های آلمان با دستور مقامات قضایی یورش بردن به مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی که تعدادش هم کم نیست، 54 مرکز جمهوری اسلامی در سراسر آلمان برپا کرده و در آذر ماه سال گذشته یک یورش بسیار بزرگی رو اونجا انجام داد و تمام اموال اونها رو و همچنین مدارکی رو از اونجا خارج کردن و خب در نهایت خانم نانسی فیزر وزیر کشور آلمان امروز اعلام کرد اون اسنادی که تا به امروز ما جمع کرده بودیم و مدارکی که در اختیار داریم نشون میده که حالا و ثابت میکنه که جمهوری اسلامی داره فعالیت انجام میده نقض قانون اساسی آلمان هستش، از گروه های تروریستی مثل گروه تروریستی حزب الله که در آلمان یک گروه تروریستی حساب شده کل مجموعه حزب الله لبنان داره حمایت میکنه، هم خود مرکز اسلامی که در هامبورگ هست، هم زیر مجموعه های این مثل همین مرکز اسلامی در برلین و خب از طرف دیگه همچنین یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی رو دارن ترویج میکنن در آلمان و بر همین اساس هم اعلام شد که این مراکز بسته میشه. از بامداد امروز صبح میگم ساعت 5 بود که پلیس ها ریختن و کل این 54 مرکزی که جمهوری اسلامی داره در ایالت های مختلف آلمان توپ ها رو شکستن، داخل رفتن و اگر در تصویر پشت سر من هم دیده بشه هنوز پلیس ها دارن صورت جلسه میکنن، اموالی که از اینجا در اینجا وجود داره، حتی خودرویی که متعلق بوده به امام جماعت این مسجد، یک خودروی مرسدس بنز مشکی رنگ بود، اون رو هم پلیس آلمان توقیف کرد، برداشت برد و اموال دیگه‌ای که هست، گاوصندوقایی که اینجا هست، تمام اسناد رو برداشتن و یک مورد بسیار قابل تأملی که وجود داره در خصوص اموالی که در چنین مراکزی وجود داره در این یورش پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ برده بود و اینجا یک گاوصندوق یک‌تونی رو از این مرکز خارج کردن که بعدها پلیس آلمان اعلام کرد که 400 هزار یورو پول نقد در اون بوده و این در حالی که در آلمان نیازی نیست شما پول نقد داشته باشید و داشتن پول نقد اون هم به این مقدار شک برانگیز است. حالا این اتفاق افتاده و الان در بخش کناری همین مرکز اسلامی هم چندین خودروی پلیس هست، کامیون ها هستن که اسناد رو از همینجا خارج میکنن و در این کامیون ها میبرن و خب در کل پلیس آلمان و همچنین وزارت کشور آلمان اعلام کرد که تمام فعالیت های مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله مرکز اسلامی هامبورگ که به مسجد امام علی یا مسجد آبی هم معروف است تمام اونها ممنوع فعالیت میشن از امروز. خیلی ممنون از توضیحات احمد صمدی همکارم که از برلین همراه ما بود.